فیلم پرفکت دیز یا روزهای بی‌عیب و نقص. همیشه میگم اگه کسایی میخوان این فیلم رو ببینن باید یه غروب جمعه ای باشه، همچنین با جزئیاتی مثل این فیلم، یه چای لاهیجانی دم کرده باشه، یه پرگل محمدی توش انداخته باشه، زعفرون سرگل قائن توش باشه، یه هل خوب که دم کشید یه نوات نائین توش بندازه و همینجور آروم آروم تو تاریکی مطلق این فیلم رو ببینه، چون این فیلم آدم رو میگیره. وقتی فیلم اول میبینی احساس کنه فیلم درباره سوز با خوده، فیلم خیلی یه جور بیانیه یا جنبندی زندگی هیپی هاست. حس میکنم دریافتش به معنی اروپایی از یه فرهنگ ژاپنی بودیستی این بوده که روز بیعیب و نقصی وجود نداره. از فیلمسازهایی که خیلی شیفتش نبودم. این که میخواد یه پکیج ایدئولوژی به ما بده، از همینجاست که فیلم منو یه خود اذیت میکنه. تو فیلم مارمولک هم یه چنین تیکهی میدازه، میگه شما جوون بودید حال و حولتون رو کردید، حالا که پیر شدید به ما تقوا رو بیشتر. در واقع مثل حافظ میمونه اوزو، آقای بندر مثل مولوی میمونه. اینا میگن حکایت کن از بمبایی که افتاد و من خواب بودم. خواب بودم. کاری هم جایی رفتم انجام میداد استفاده درست از آواز. به طور اخر راجع به سکانس 5 دقیقه‌ای آخر فیلم صحبت میکنم. این کار کوئنتین تارانتینو رو تقلید کرده.